در پی ای ادعای ایران مبنی بر اصابت راکت به نزدیکی سفارت این کشور در صنعا پایتخت یمن عربستان سعودی انجام چنین حمله هوایی را تکذیب کرده است ستاد هماهنگی نیروهای اعتلاف روز پنجشنبه 17 دی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حمله هوایی در نزدیکی ساختمان سفارت ایران در صنعا صورت نگرفته است و ساختمان این سفارتخانه در صنعا سالم است شاهدان عینی و ساکنان شهر صنعا هم پیشتر به رسانه ها گفته بودند که آنها آسیبی در ساختمان سفارت ایران در صنعا مشاهده نکردند روز پنجشنبه هفدهم دی ایران اعلام کرد که هواپیماهای نظامی عربستان سعودی به سوی ساختمان سفارتخانه ایران در صنعا پایتخت یمن راکت پرتاب کرده و باعث وارد شدن خسارت به این ساختمان و زخمی شدن شماری از نیروهای محافظ آن شدند با این حال وزارت امور خارجه دولت یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد از آنجا که شهر صنعا در اشغال نیروهای حوثی است مسئولیت حفاظت از اماکن دیپلماتیک نیز بر عهده این نیروهاست و در مورد آسیب احتمالی به سفارت خارجی باید پاسخگو باشند حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه هفدهم دی اعلام کرد گزارش رسمی جزئیات حمله موشکی به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا را به سازمان ملل ارائه خواهد داد در همین حال و در ادامه تنش دیپلماتیک میان ایران و کشورهای عربی گزارش ها حاکی است که محمد رضا فیاض سفیر ایران در امارات به زودی به ایران باز میگردد دیپلمات‌های های ایرانی در سفارتخانه در ابوظبی نیز محدود به هفت نفر شده است تعداد ها در سرکنسولگری ایران در شهر دوبی نیز به هشت نفر کاهش پیدا کرده است کاهش شمار ها به درخواست امارات متحده عربی و بازگرداندن سفیر به تهران به خواست وزارت خارجه ایران و در پی کاهش روابط دیپلماتیک از سوی امارات صورت میگیرد امارات متحده عربی خود در روز دوشنبه سفیرش را از ایران فرا خوانده بود و رسما به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد اعتراض کرده بود همزمان رسانه ها از اقدام دولت سومالی در قطع روابطش با ایران در پی حمله به سفارتخانه عربستان سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد خبر دادند مجموع الجزایر کمور نیز سفیرش را از ایران فرا خوانده است بنابر این گزارش دولت سومالی به سفیر ایران 72 ساعت فرصت داده تا خاک سومالی را ترک کند همچنین نمایندگی کمیته امداد امام خمینی یک هفته فرصت دارد تا خاک سومالی را ترک کند سخنگوی دولت سومالی پیش از جلسه پنجشنبه هیئت دولت آن کشور گفت ایران به سازماندهی یک گروه شبه نظامی سومالی همچون گروه شبه نظامی حوسی و شبه نظامیان وابسته در سوریه متهم شده است این بیانیه افزوده است که مسئولان ایرانی به منظور سازماندهی همین گروه شبه نظامی به سومالی رفت آمد می کنند در همین حال محمد بن سلمان جانشین ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی در گفتگو با یک هفته نامه بریتانیایی احتمال بروز جنگ میان تهران و ریاض را رد کرد و گفت اجازه نخواهیم داد که منطقه دچار فاجعه بزرگی شود محمد بن سلمان در گفتگو با مجله اکونومیست که روز پنجشنبه هفدهم دی روی سایت آن منتشر شد تأکید کرد بروز جنگ بین ایران و عربستان سراغاز فاجعی بزرگ در منطقه است و مطمئنا اجازه چنین کاری را نخواهیم داد وی در این مصاحبه در این حال از اعدام شیخ نمر روحانی ناراضی شیعه عربستانی دفاع کرد و گفت دادگاه اساسا هیچ فرقی بین اینکه فلان شخص سنیس یا شیعه قائل نشده است دادگاه جرم را بررسی کرده و روند دادرسی صدور حکم محاکمه و اجرای آن را دنبال میکند همزمان در ایران ولی الله افخمی راد معاون وزیر صنعت از اجرای مصوبه توقف واردات کالا از عربستان سعودی خبر داد و گفت به محض ابلاغ مصوبه دولت ثبت سفارش کالا از مبدا ورودی عربستان ممنوع خواهد شد بر اساس مصوبه هیئت دولت ایران همچنین سفر حج عمره کماف سابق تا اطلاع ثانوی متوقف میماند اعزام زائران ایرانی به حج عمره از فروردین ماه و پس از ادعای ایران در باری ماجرای تعرض به دو نوجوان ایرانی در جده متوقف شد پیشتر برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی اعلام کرده بودند که قطع روابط ایران و عربستان بر اعزام زائران ایرانی حج واجب در سال آینده تأثیر گذار خواهد بود بنابر گزارش ها از ایالات متحده آزمایش های تازه موشکی ایران در حالی که هنوز توافق اتمی به مرحله اجرایی نرسیده بر فشارهای جمهوری در کنگره آمریکا برای وضع اقدامات تازه علیه تهران افزوده است. روزنامه واشنگتن پست هفته همه دی ماه میگوید حتی گروهی از قانونگذاران دموکرات نیز به جمع حامیان تحریم ها از حزب جمهوری خواه پیوستند. فشارهای تازه در حالی صورت میگیرد که ایران پیش از اجرایی شدن توافق اتمی با شش قدرت جهانی دست به انجام آزمایش های موشکی تازه ای زد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نامه ای به وزیر دفاع از او خواست با شدت و سرعت به برنامه توسعه موشکی ادامه دهد. و سپاه پاسداران نیز از دومین شهر موشکی زیرزمینی خود رونمایی کرد. در کنار اینها گزارش های از موشک پرانی نیروی دریایی سپاه در نزدیکی یک ناو شکن آمریکایی در خلیج فارس نیز منتشر شده که در این مورد تهران آن را عملیات روانی نامیده و تکذیبش کرده است گزارش ها از ایالات متحده حاکی است که مجلس نمایندگان ایالات متحده تصمیم گرفته در هفته آینده اقدامات تازه‌ای را علیه کره شمالی و ایران به رأی بگذارد به گزارش خبرگزاری رویترز کمیته روابط خارجی ایالات متحده اقدامات تازه را برای رأیگیری در هفته آینده در صحن علنی تصویب کرده آنچه قرار است تحت عنوان اقدام برای نظارت بر کمک های مالی ایران به تروریسم ارائه شود رویترز به نقل از نمایندگان جمهوری خواه می گوید این اقدامات قرار است مقام های دولت آمریکا را بر سر تعهدات خود برای نکاستن از تحریم های مرتبط به برنامه موشکی با حمایت ایران از تروریسم پا بر نگه دارد منتقدان میگویند این اقدام تازه تلاشی دیگر از سوی جمهوری خواهان علیه برجام است گزارش های تازه در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا 17 دی ماه اعلام کرد در صورتی که کارها خوب پیش برود توافق اتمی ایران احتمالا تا چند روز دیگر اجرایی خواهد شد روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک عضو سازمان کنترل تسلیحاتی ایالات متحده میگوید مشخص نیست چرا ایران تنها مدت کوتاهی پیش از اجرایی شدن برجام دست به انجام آزمایش های موشکی خود زده است به گفته این عضو سازمان کنترل تسلیحاتی آمریکا اگر تهران آزمایش های موشکی خود را پس از اجرایی شدن توافق اتمی انجام میداد هم ایران و هم عمده کشورهای جامعه جهانی می بگویند این کار نقض توافق نیست چرا که موشک ها برای حمل کلاهک هسته‌ای تراحی طراحی نشدند وزارت خارجه آمریکا سه گذشته تأکید کرد ایران با آزمایش موشک اماد قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است به گفته دولت ایالات متحده تبادل نظر با دیگر سازمان های دولتی آن کشور برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران با قوت ادامه دارد فشارهای تازه بر ایران در حالی است که روابط ایران و عربستان و متحدانش در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران نیز دستخوش تنشهای تازه‌ای شده است ریاز از جمله منتقدان مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی به شمار میرفت شاهدخت اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران روز پنجشنبه 17 دی ماه در سن 96 سالگی درگذشت. شاهزاده رضا پهلوی در صفحه رسمی خود با اعلام این خبر نوشته است: از درگذشت عمه عزیزم شاهدخت اشرف پهلوی بسیار متاثر و متعلم شدم. خاطرات بسیاری از دوران کودکی تا به امروز از ایشان برایم به یادگار مانده است. به ویژه دلنگرانی‌هایش برای از دست رفتن جایگاه ایران پس از انقلاب اسلامی و نور امیدی که همیشه در قلبش برای آزادی و سربلندی ایران داشت و اضافه کرده است ایشان با قلبی آکنده از مهر به وطن در راستای بهبود زندگی اجتماعی مردم و پیشبرد حقوق زنان رفاه اجتماعی و مبارزه با بیسوادی در ایران و در عرصه بین المللی تلاش چشمگیری کرد. شاه دخت اشرف پهلوی متولد چهارم آبان ماه سال 1298 هجری شمسی در محله سنگلج تهران بود و پنج ساعت پس از تولد برادرش محمد رضا به دنیا آمد. زمانی که او شش سال داشت پدرش رضا شاه پهلوی به سلطنت رسید. شاه دخت اشرف پهلوی در دوران محمد رضا شاه پهلوی عهدهدار سمت هایی مانند ریاست سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، نایب رئیسی کمیته ملی پیکار با بی سوادی، ریاست سازمان زنان ایران، ریاست کمیته ایرانی حقوق بشر و نماینده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. شاهدخت اشرف پهلوی همچنین در سال 1970 ریاست کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را برعهده داشت و پیش از انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357 از ایران به آمریکا رفت شاهدخت اشرف پهلوی خاطرات خود را از ایران در کتابی با عنوان چهرههایی در یک آینه در سال 1980 در آمریکا منتشر کرد یک سال پس از انقلاب اسلامی در ایران شهریار شفیق فرزند شاهدخت اشرف پهلوی به ضرب گلوله افراد مسلح در پاریس کشته شد در پی انتشار هفتنامه نامه یال سارات بعد از لغو مجوز حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد این اقدام را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که این هفتنامه دیگر منتشر نخواهد شد. آقای نوشابادی روز جمعه 18 دی در گفتگو با ایسنا گفت انتشار این هفته نامه پس از رأی هیئت نظارت بر مطبوعات که نهادی نظارتی و قانونی است فی نفس تخلف است هفته نامه ی یال سارات از جمله نشریات مورد حمایت بسیج در ایران است. این نشریه بدلیل توحین به دلیل توهین به شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان لغو امتیاز شده بود. آقای نوشابادی گفته پس از اینکه روز چهارشنبه شنبه 16 دی ماه شماره جدید این هفته نامه پس از لغو مجوز منتشر و توضیع شد بلافاصله معاونت مطبوعاتی مراتب اعتراض خود را از این اقدام غیر متعارف و غیر قانونی اعلام کرد اما دستن درکاران این نشریه ادعا کردند که حکم لغو امتیاز به آنان ابلاغ رسمی نشده و به همین دلیل دوباره نشریه خود را منتشر کرد. کردند. با این حال سخنگوی وزارت ارشاد تصریح کرد ادعای دستندرکاران یال سارات برای ما قابل قبول نبود چرا که روز دوشنبه بعد از صدور رای تمام رسانه ها به این موضوع پرداختند و این چنین نبود که کسی از این رای بی اطلاع باشد همچنان که خود من نیز در نشست خبریم در روز دوشنبه اعلام کردم که این هفته نامه لغو امتیاز شده است سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه با اشاره به حضور نمایندگان مختلف در هیئت نظارت بر مطبوعات خاطر نشان کرد هیئت نظارت بر مطبوعات مرجعی فرادستگاهی است که هم منبع صدور مجوز است و هم مرجعی رسیدگی به تخلفات و لغو پروانه انتشار آقای نوشابادی گفت برخی به وزارت ارشاد خورده میگیرند و فقط این وزارتخانه را مسئول توقیف این نشریه میدانند در حالی که هیئت نظارت بر مطبوعات هفت عضو دارد و فقط یک عضو آن نماینده ی وزارت ارشاد است و دیگران نمایندگانی از سه قوه مجریه قضایی مقننه شورای عالی انقلاب فرهنگی حوزه علمیه وزارت علوم و دیگر نهادها هستند و این ادعای درستی نیست که این نشریه فقط توسط وزارت ارشاد لغو امتیاز شده باشد بلکه نماینده ارشاد فقط یک رأی داشته و دیگر نمایندگان نیز در این تصمیم دخیل بودند آقای نوشابادی خبر داد که روز چهارشنبه بلافاصله بعد از انتشار این هفته نامه حکم رسمی به آنان ابلاغ شد و به شرکت پخش کننده آن هم تذکر دادیم که تخلف انجام داده است و از آنها خواسته شد تا نسبت به جمعوری نشریه اقدام کنند. سخنگوی وزارت ارشاد در عین حال متذکر شد ما بنا را بر این گذاشتیم که چون دستن در این نشریه میگویند حکم رسمی به آنها ابلاغ نشده نسبت به انتشار و توزیع آن اقدام کردند اما خودمان هم میدانیم که اصل مسئله به اطلاعشان رسیده بود چگونه است که وقتی روزنامه ای توسط مرجع دیگری توقیف می شود همه از طریق مطبوعات باخبر می شوند و آن روزنامه دیگر منتشر نمی شود هفته نامه یال سارات در شماره دوم دی یادداشت تندی علیه معاون روحانی منتشر کرده و شهین ملاوردی را طرفدار برسمیت شناختن روسبیگری زنان خوانده بود در این نوشته با تیتر دیوار شکسته و زن سلیته شهین ملاوردی متهم شده بود که عضو ارشده تشکیلات برانداز فمینیستی است و اعتقادی به برخورد با زنان لاعبالی و بیحیا و حجاب ندارد یال به حسن روحانی تاخته بود که چنین کسی را مسئول امور بانوان کرده است. سفیر ایران در آنکارا گزارش ها درباره اقدام وزارت خارجه ترکیه در احضار وی را تکذیب کرده و گفته دیدار اخیر وی با مقامات ترکیه ای جزء دیدارهای منظمی است که همه سفرا با مدیران وزارت خارجه محل ماموریت خود دارند. علیرضا بیگدلی سفیر ایران بامداد جمعه هجدهم دیماه در صفحه فیسبوک خود نوشت که روز پنجشنبه جهت ملاقات با مدیر کل منطقه‌ای به وزارت خارجه ترکیه رفته و این دیدار به گفتگو درباره برخی موضوعات مانند نقش رسانه های دو کشور در روابط تهران و آنکارا و تحولات اخیر منطقه گذشته است پیشتر نیز خبرگزاری ایسنا این خبر را از قول یک منبع آگاه در وزارت خارجه تکذیب کرد ایسنا از قول این منبع نوشته است هدف از این خبر کوتاه این بود که این پیام به مخاطبین القا شود که ترکیه نیز به جمع حامیان سعودی در زمینه اعتراض دیپلماتیک به ایران پیوسته است در حالی که واقعیت این است که خبر احزار دروغ بوده و سفیر ایران در ترکیه به درخواست خود و جهت تشریح مواضع ایران و آخرین تحولات جاری در این خصوص از وزارت خارجه ترکیه درخواست ملاقات کرده است پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به رسانه های ایران و طرح این مسئله که سفر اخیر رجب طیب اردوغان به عربستان در ارتباط با اعدام نمر باقرال نمر بوده سفیر ایران را احضار کرده است. بر اساس این گزارش وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد ما اقدام رسانه های وابسته دولتی ایران در مرتبط کردن سفر رئیس جمهوری ما به عربستان و مسئله اعدام ها در این کشور را به شدت محکوم می کنیم. ترکیه همچنین اعلام کرده که در گفتگوها با سفیر ایران در آنکارا مقامهای این کشور به تصریح گفتند که حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد را کاملا غیرقابل پذیرش و توجیه ناپذیر می دانند. رجب طیب اردوغان هفته گذشته در سفری دو روزه به ریاض با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار کرد تا درباره بحران سوریه و نیز همکاری های دو کشور در حوزه انرژی با او گفتگو کند. با این حال یک روز پس از اعدام شیخ نمر و 46 نفر دیگر در عربستان روزنامه جمهوری اسلامی که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی است سفر اردوغان به ریاض را سوال برانگیز خواند و نوشت سفر اردوغان به ریاض اخبار و تحلیل ها را به سوی همدستی اردوغان با شاه عربستان سوق داده است ترکیه در روزهای گذشته و در پی افزایش تنشها میان ایران و عربستان در پی اعدام شیخ نمرال نمر یکی از روحانیان مدافع حقوق شیعیان در عربستان که به حمله به سفارت این کشور در تهران و از سپس قطع مناسبات دیپلماتیک دو کشور منجر شد با اتخاذ موضعی محتاطانه از هر دو کشور خواسته بود که خویشتنداری پیشه کنند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به اعدامهای بحث برانگیز صورت گرفته در عربستان سعودی اعلام کرد که از زاویه مذهب به این اعدامها نگاه نمی کند و آن را مسئله داخلی عربستان می داند. به گزارش خبرگزاری آناتولی اردوغان در این باره گفت در عربستان سعودی نهادهایی وجود دارند که حکم اعدام صادر می کنند همان گونه که در ایران و آمریکا هم وجود دارند ارتش عراق میگوید ابو محمد عدنانی سخنگوی گروه داعش در پی حمله هوایی در استان انبار مجروح شده و به موسل انتقال داده شده است موسل پایگاه مرکزی گروه موسوم به حکومت اسلامی در مناطق اشغال شده در عراق است خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش های ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید بیش از صد تن از اعضای داعش طی حملات هوایی هفته جاری در بروانه و اطراف آن کشته شدند حملات هوایی اعتلاف برای کمک به پیشروی نیروهای نظامی عراق در نبردهای زمینی علیه داعش انجام می شود. اعتلاف به رهبری ایالات متحده روز چهارشنبه شانزده دی اعلام کرد داعش نزدیک به چهل درصد از تصرفات خود در عراق را از دست داده و اکنون در لاک دفاعی قرار گرفته است. بنابر گزارش مؤسسه بروکینگز عدنانی اهل ادلب در سوریه است و پیشتر نیروهای آمریکایی یک بار او را در عراق به زندان انداخته بودند. ابو محمد عدنانی از سال 2014 میلادی رئیس دستگاه تبلیغاتی داعش است. این گروه تا یه سالهایی که توانسته بخشهایی از سوریه و عراق را به تصرف خود درآورد به طور گسترده‌ای در شبکه های اجتماعی فعال است و از فناوری های برای تهیه پیامها، فیلم ها و حتی نشریات خود بهره میبرد خبرگزاری رویترز به نقل از ویلیام مککانتس محققی در مؤسسه بروکینگز میگوید اگر خبرهای مربوط به ادنانی درست باشد ضربه سختی به گروه خورده و اگر قادر به فعالیت نباشد به این معنی است که ابوبکر بغدادی مشاور مهمی را از دست داده است در تحولی دیگر دولت سوریه با ارسال کمک های قضایی و انسان دوستانه به شهرهایی که ساکنان آنها بر اثر محاصره نظامی در معرض مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفتن موافقت کرده است یاکوب الهلف هماهنگ کننده کمک های بشر سازمان ملل متحد در سوریه روز پنجشنبه شنبه دی گفت این سازمان از تصمیم دولت سوریه برای ارسال آزوغ استقبال می کند. کمک ها قرار است ظرف روزهای آتی به این مناطق ارسال شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که دو شهر شیعه نشین فوعه و کفریا حدود یک سال است که توسط شورشیان مخالف دولت و شهر سنی نشین مزایا نیز از تابستان در تصرف نیروهای دولتی است سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز اعلام کرده که در چهل روز گذشته تنها در یکی از این شهرها مرگ حداقل 23 نفر را بر اثر گرسنگی ثبت کرده است تصاویری در شبکه های اجتماعی و سایت ها منتشر شده که نشان می دهد برخی از مردم و کودکان از گرسنگی تقریبا به شکل اسکلت در آمدن و از برگ گیاهان تغذیه می کنند. آقای الهیر گفته که چهل و دو هزار نفر در این شهر در معرض مرگ از گرسنگی قرار دارند و جان حدوداً سی هزار نفر نیز در فوعه و کفریا در خطر است سازمان ملل متحد درباره حدود چهارصد هزار نفر شهروند دیگر سوری که در شهرهایی مانند دیرالزور و, و اطراف دمشق محاصره شدهاند نیز نگرانی جدی دارد در نتیجه جنگ داخلی و بحران سیاسی سوریه در پنج سال اخیر بیش از دویست و شست هزار نفر کشته صدها هزار نفر مجروح و میلیون ها نفر آواره شدند علی اکبر صفوی قائم مقام دانشگاه شیراز در اعتراض به حکم دادگاه رسیدگی به ماجرای حمله به علی متحری اعلام کرده دادگاه سنگین ترین حکم این پرونده را برخلاف مستندات برای او صادر کرده در حالی که به گفته او وی هیچ نقشی در صدور مجوز برای سخنرانی علی متحری در دانشگاه شیراز نداشته و هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی مجوز سخنرانی آقای متحری را صادر کرده است. آقای صفوی خبر داده که دادگاه او را به عنوان متهم ردیف دوم این پرونده به انفصال از خدمت دولتی به طور کامل و نه تعلیقی محکوم کرده است. به گفته آقای صفوی متهم ردیف اول این پرونده رئیس دانشگاه شیراز متهم ردیف سوم دبیر تشکل دانشجویی دعوت کننده از آقای متحری و متهمان ردیف های بعد حمله کنندگان به آقای متحری هستند قائم مقام دانشگاه شیراز تصریح کرده تعداد حمله کنندگان به آقای متحری خیلی بیشتر از هشت نفری است که در این پرونده به عنوان متهم شناخته شدند دادگاه حمله به آقای متحری شش نفر از حمله کنندگان به او را به دو سال حبس و ده ضرب شلاق تعلیقی و دو حمله کننده دیگر را به چهار و نیم ماه حبس و سی و هفت ضرب شلاق تعلیقی محکوم کرده که این حکم ها به مدت دو سال و یک سال تعلیق شدند. در احکام تعلیقی اگر متهم در مدت تعیین شده توسط دادگاه به دلیل جرم مشابه دیگری محکوم نشود حکم صادره اجرا نخواهد شد بنابر حکم دادگاه دانشجوی دعوت کننده از آقای متحری نیز به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه و زمین سازی برای سخنرانی به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است رئیس دانشگاه شیراز نیز به انفصال از خدمات دولتی به صورت تعلیقی محکوم شده است. علی متحری روز سه شنبه پانزده دی ضمن اعتراض به حکم دادگاه گفته بود که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد اما از آمران حمله به خود شکایت خواهد کرد. آقای متحری پیش از این تلویحا برخی از مهاجمان به خود را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود. قائم مقام دانشگاه شیراز نیز گفت که دوربین های مدار بسته حمله کنندگان به آقای متحری را شناسایی کرده و مشخص است که آنها متعلق به کدام سازمان هستند. قائم مقام دانشگاه شیراز با مقایسه ی حادثه ی حمله به آقای متحری و حمله به سفارت عربستان سعودی گفت این افراد هم کاملا شناسایی شدند. همین تیپ افرادند که به نماینده ی مجلس حمله می کنند. همین تیپ افراد هستند که به سفارت خانه ها حمله می کنند. آقای متحری و وکیلش نیز پیش از این اعلام کرده بودند که خود از مقامهای دانشگاه شیراز شکایتی ندارند و شورای تامین شیراز نیز مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت سخنرانی آقای متحری نداشته است. علی متحری در 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در فرودگاه با حجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. مدتی پس از این حادثه محمد احمدی استاندار فارس اعلام کرد که برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا کرده است اما رسانه ها استعفای او را با حمله به آقای متحری مرتبط دانستند آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران روز جمعه 18 دیماه در خطبای نماز جمعه تهران حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران را محکوم کرد و با اشاره به حمله نیروهای وابسته به بسیج به سفارت بریتانیا به نقل از علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی گفت این حمله هم جرم است هم خیانت امامی کاشانی با طرح این ادعا که حمله به سفارت عربستان توسط نفوزی ها صورت گرفته گفته است شواهد نشان میدهد که حمله کنندگان دو گروه بودند یک گروه پشت کار این ماجرا قرار داشتند و هدایت میکردند او افسود دشمنان با مدیریت حمله به سفارت باعث شدند که توپ در زمین طرف مقابل قرار بگیرد و عربستان دست بالا بگیرد و قطع ارتباط کند. شامگاه شنبه دوازدهم دی گروهی معترض به اعدام شیخ نمه روحانی شیعه عربستانی با حمله به سفارت عربستان در تهران به تخریب اموال آن پرداختند و این ساختمان را به آتش کشیدند حادثه مشابهی نیز در مشهد در برابر کنسولگری عربستان در این شهر رخ داد امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ها میخواهند به تو نف برسانند اما ضرر میرسانند گفت برخی نباید با رفتارشان به فرمایشات رهبری خیانت کنند و افزود کسانی که حمله کردند مجرم هستند و هم مجلس شورای اسلامی و دولت این موضوع را محکوم کردند و قوه قضایی نیز آن را پیگیری می کند. امامی کاشانی همچنین از قطع ارتباط برخی کشورهای عربی با ایران در جریان تنش پیش آمده میان ایران و عربستان ابراز تعجب کرد و گفت شما به پول سعودی ها احتیاج ندارید چرا این کار را کردید؟ او با اشاره به شرایط بینالمللی ایران از جریانهای سیاسی خواست بدون دلخوری ها در انتخابات آینده شرکت کند امام جمعه تهران اضافه کرده دنیا از خلوت شدن دور نظام خوشحال و از اجتماعات ناراحت است بیاییم در انتخابات با حضور حداکثری شرکت کنیم در پی حادثه ی حمله به سفارت عربستان ریاض و تعدادی از کشورهای عربی و آفریقایی روابط خود را رو با ایران قطع کردند برخی همسایگان ایران از جمله کویت و امارات متحده عربی نیز سطح روابط دیپلماتیک خود را با ایران کاهش دادند